بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و همراهان ارجمند پایگاه تلارسانی معیارجل. امیدوارم هر جایی که هستید صحیح و سلامت و تندرست باشید. خوشحالم که با یک برنامه دیگه در خدمت شما سروران ارجمند هستم، در خدمت یکی از فعالین اجتماعی بلوچستان هستیم، جناب آقای حمزه ناروی از فعالین فضای مجازی و فعالین اجتماعی شهرستان ایران شهر که به دعوت پایگاه تلارسانی معیارجل در دفتر ما حاضر شدن و بنا داریم که گفتگوی صمیمانه با این برادر ارجمندمون داشته باشیم. آقای مهندس ناروی خوش آمدید، یک سلام علیکی با بینندگان ما رو به دوربین داشته باشید. در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان پایگاه خبری معیارجل، خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای جلالزی و ممنونم که بنده رو دعوت کردین تا لحظاتی پیش شما باشم و از دغدغه‌های موجود صحبت کنیم. سلامت باشید، خیلی خوش آمدید، ممنونیم که به دفتر ما اومدید. آقای مهندس برای ما بگید که در حال حاضر، حالا به عنوان کسی که در فعالیت دارید در فضای اجتماعی و به عنوان یک فعال اجتماعی دارید فعالیت میکنید، در حال حاضر دوست دارید که به عنوان یک بلوچ چشمانداز، دوست دارید چشمانداز و آینده جامعه بلوچ و بلوچستان رو چطور ببینید؟ ما در چه مرحله قرار بگیریم که میتونه برای ما ایدئال و رضایتمند باشه؟ بله، خوشبختانه طی چندی سال گذشته توجه به استان در تمام حوزه بهتر شده است، اما با توجه به اینکه از میانگین کشوری، از شاخص های میانگین کشوری همچنان فاصله داریم، نیازمند توجه بهتر و بیشتر مسئولان کشوری و استانی به جنوب استان به خصوص ایران شهر بزرگ هست. خب آقای ناروی برای ما بگید که نقش فضای مجازی رو به عنوان به هر حال یک فرصتی که در جامعه کنونی در دهه اخیر به هر حال وارد جامعه شده به عنوان یک فرصت چطور می‌بینید برای توسعه بلوچستان؟ ما چیکار باید بکنیم که بتونیم از فضای مجازی به بهترین شکل ممکن در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه بلوچ و بلوچستان استفاده بکنیم؟ بله یاسین جان، همونطور که خود شما اطلاع دارین طی چند سال گذشته نقش رسانه‌ها در بیان مشکلات پررنگ‌تر شده است که از این ظرفیت بسیار خوب در جهت حل مشکلات میشه استفاده کرد، که هم دو جنبه داره، هم باعث این میشه که مشکلات راحت‌تر به گوش مسئولین برسن و آنها در حلشون جهت حلشون اقدام کنن، هم باعث این میشه که کارا انجام شده کار شاخص به اطلاع عموم برسد، که خود یک گام بسیار مؤثر جهت رشد هر منطقه و به خصوص الان با توجه به حتی پایگاه بسیار خوبی شما باعث شده که مشکلات زودتر و بهتر حل شود و خود ناخودآگاه باعث رشد و توسعه منطقه خواهد شد. عالیه، فضای مجازی رو حالا